با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. قسمت اول که قسمت سیاسی خبر CBC بود رو با هم پوشش دادیم، حالا میریم برای اخبار اقتصادی زیست محیطیش که حالا اینجا ما با یک رجیستر مختلفی روبرو میشیم و حالا میایم و ببینیم که واژه ها و مفاهیمش رو چطور میتونیم با هم دیگه تحلیل کنیم. Evacuations are underway. Evacuate موقعیه که یک آتیشی، یک زلزله، یک اتفاق بدی میفته و حالا باید افراد رو خارج بکنه. Vacuum میشه خلع. مثلا به جارو برقی شما میگید vacuum cleaner در زبان انگلیسی. Vacuum میشه خلع. وقتی میگید evacuate، هر چیزی رو که بهش ای اضافه بکنید یعنی به سمت بیرون. برای همین وقتی شما دکمه CD رو میزنید، CD از کامپیوتر میاد بیرون، اون دکمه رو میگن eject، نه inject. اینجکت میشه تزریق، اما ایجکت میشه بیرون دادن. یا فرق امیگریشن و ایمیگریشن. ایمیگریشن میشه مهاجرت به کشوری، اما امیگریشن میشه مهاجرت از کشوری. چرا؟ چون ای وقتی اول لغت قرار میگیره یعنی به سمت بیرون. وقتی میگید ایموشنز، احساسات، یعنی چیزی که از درونتون میاد بیرون. وقتی میگید گس امیژنز یا انتشاعات گازی، به خاطر اینکه گاز میاد بیرون، برای همینش میگید امیژن. هر چیزی که با ای شروع بشه به معنای اینه که چیزی از درون داره میزنه بیرون. حالا وقتی میگید اواکیویت یعنی آدم ها رو از ساختمون خارج کردن یا تخلیه. تخلیه ها شروع شده. Are underway یعنی در دست بررسی، در دست کار. Near Grand Forks, British Columbia. Near Grand Forks in British Columbia. در شهر Grand Fork، چنگال بزرگ، به عنوان شهر استان بریتیش کلمبیا در قسمت کاملا غربی کانادا هست. ما خبر قبلی در کبک و اونتاریو بود، در قسمت شرقی کانادا. حالا با هواپیما 3-4 ساعت میخوایم بریم به سمت غرب و بریم به ایالت بریتیش کلمبیا، شهر ونکوور و دیگر شهرها. یکی از اون شهرها شهر گراند فورک هستش، همون چنگال بزرگ. Due to wildfire به خاطر جنگل سوزی های بسیار زیادی که اونجا اتفاق افتاده که در US در آمریکا اتفاق افتاده and it's threatening to jump the border و این در واقع تهدید رو میکنه که این جنگل سوزی ها حالا بخواد بپره این ور مرز و وارد مرز کانادا بشه. So this is what people in Grand Forks are seeing. This is what people in Grand Fork are seeing. خوب دقت میکنید برای اون عزیزانی که زبان میخوندن که یه سری فعل ING نمیگیره. الان دارید با مثال ضدش روبرو میشید. متاسفانه خیلی موقع وقتی ما یک چیزی رو حالا به دلیل درست یا غلط اشتباه یاد گرفته باشیم، خوبی دیدن فیلم، سریال، اخبار، خوندن مقالات روزنامه اینه که باعث میشه تمام اون ابهامات گذشته مرتفع بشه. همطور که دارید میبینید فعل سی اینجا با ING داره به کار میره. دارید میبینید. Tonight, plumes of smoke in the distance. دارید میبینید که توده های دود در in the distance توی فاصله داره دیده میشه. Officials ordering more. تمام مسئولین دستور دادند که than 150 properties evacuated. 150 properties evacuated. 150 تا ملک تخلیه بشه. یعنی خونه مردم از خونهاشون بیان بیرون. ما این قضیه رو در مورد آیس استورم و طوفان برف و یخی که در مونترال کانادا اتفاق افتاد سال 1998 یادمون هست که اون موقع من یادمه که در واقع از ما خواستن که خونه نمونیم، خاطر اینکه برق رفته بود در کل شهر مونترال و ما باید اواکیویت می‌شدیم، یعنی از خونه ها باید می‌اومدیم بیرون و توی مراکز خرید مونترال اونجا مستقر می‌شدیم. تمام شهر، تمام جمعیت 2 میلیونی مونترال از خونه هاشون اومده بودن بیرون، بخاطر اینکه اگر تو خونه میموندید یخ میزنید از سرما، خاطر اینکه منهای 35 درجه هوا بود و هیچ سیستم گرمایشی هم نبود. برای همین خیلی موقع شما میبینید که مسئولین میان و از مردم میخوان که از خونه هاشون بیان بیرون. Saying the fast growing fire is a saying that the fast growing fire چون دارن میگن که باز دوباره سی هم با اینجی داره به کار میاد که در واقع این آتشی که داره زبونه کشیده با سرعت داره میاد threat to human life تهدیدی است برای زندگی بشر. And that the situation is dynamic. و اینکه موقعیت فوق العاده دینامیکه و در هر حال داره تغییر میکنه. این در هر حال ممکنه یه اتفاق بدتری بیفته. برای همین ترجیح میدیم که مردم خونه هاشون نمونه.
Grand Forks is just a 10-minute drive from. Grand Forks، این شهر Grand Forks is just a 10-minute drive، فقط 10 دقیقه فاصله ماشینی داره Danville, Washington, where the fire با شهر واشنگتن در آمریکا started. که جنگل ها از اونجا آتش سوزی اونجا شروع شد. The son of two Canadians. حالا میریم به اخبار جنگ. The son of two Canadians، پسر دو تا کانادایی Killed in Lebanon is shipped. killed in Lebanon، که در لبنان کشته شدن، Sharing their story are sharing their story، دارن داستانشون رو با ما به اشتراک میذارن. Tonight, including their attempt to get to safety. They're including their attempt to get to safety، مخصوصا تلاششون برای اینکه خودشون رو به امنیت برسونن. And how it led to their death. And how it led to their death، و اون منجر شد به مرگشون. Kamal Tabaja says کمال تباج، آقای کمال تباجا میگه که his mom and dad, his mom and dad، مادر و پدرش، Sain and Dad, fled their home in the south but got fled their house in the south، از خونشون در جنوب لبنان fled، فرار کردن میشه flee، گذشتش میشه fled، stuck in the crush of people also stuck in a crush of people، گیر کردن تو یه عالمه موج آدمایی که داشتن فرار میکردن، trying to escape, trying to escape، داشتن سعی میکردن فرار کنن، escape یعنی فرار کردن. As family tried to contact them, their As family tried to contact them، به عنوان خانواده سعی کردن که با اونها ارتباط برقرار کنن. Line went silent. Their line went silent، اما خطشون سکوت رفت، یعنی دیگه جواب نداد. Kabaja says he later discovered his parents were hit by an airstrike. بعدن فهمید که با airstrike، یکی از موشک‌های هواپیمایی، از بین رفتن پدر مادرش. Their burnt out car eventually found in a ditch. Their car was found in a ditch، ماشین سوختشون پیداشون توی چاله. ditch میشه چاله، DITCH. Now in just a few moments we'll hear directly. Just a few moments we will hear directly. چند دقیقه دیگه میریم مستقیم به اسرائیل و میشنویم از اونها به صورت مستقیم. From their son, but first. From their son، و میریم مثلا با خود در واقع این پسر صحبت میکنیم در مورد اینکه پدر مادرش از دست داد. New signs Israel is preparing for a ground offensive. اما new signs، داره علائم جدید نشون داده میشه که اسرائیل داره آماده میشه for a ground incursion، برای یک حمله زمین، against Hezbollah، against Hezbollah، در مقابل حزب. Chris Brown is in North. Our Chris Brown، اینجا وقتی میگه our Chris Brown یعنی گزارشگر ما Chris Brown، in Israel tonight، الان هست در شمال اسرائیل امشب، where troops are already in position and where troops are already in position، که نیروهای ارتشی الان در موقعیت قرار دارن. They've been told to be prepared. They have been told to be prepared. بهشون گفتن که آماده باشید. Hezbollah unleashed one of its most Hezbollah unleashed، همون unleashی که تو خبر قبلی در مورد آقای ترودو یاد گرفتیم، حالا اینجا دوباره به کار، یعنی Hezbollah تمام در واقع تناب‌ها رو رها کرده و خودش رو رها کرده و داره حمله میکنه به اسرائیل. اینجا شهر تل آویو هست که Hezbollah بهش حمله کرد. Here's some weapons targeting the Tel Aviv area. Targeting the Tel Aviv area، داره حمله میکنه و هدف قرار میده مناطق مختلف رو در شهر تل آویو، پایتخت اسرائیل. With a ballistic missile that with a ballistic missile، با موشک های بالستیک، could have caused immense damage، that could cause immense damage، که میتونه باعث صدمات بزرگی بشه. خوب دقت کنید، ما تمرین گوشمون از صدای آقای ترودو، آقای پولیه، گزارشگرها و در واقع مجریان مختلف خبری تا رسیدیم به یک گزارشگر در خود خاک اسرائیل، همه این صداها و لغتها و نوع گویشها کمک میکنه که لیسنینگ شما قوی بشه. لیسنینگ با گوش دادن به یک ژانر هیچ وقت تقویت نمیشه، یادتون نره. شما حتما باید با ژانرهای مختلف لیسنینگ خودتون رو مورد چالش قرار بدید و اون باعث میشه که آرام آرام این لیسنینگ قوی تر و قوی. The white streak in the sky. و این خط سفیدی که در آسمون بود. Appeared to be Israeli defenses. Should appear to be Israeli defenses. به نظر میرسه این سیستم دفاعی اسرائیل هست که داره سعی میکنه موشک‌ها رو منهدم کنه در هوا. Putting it down, but the fact it was launched at all is significant. But the fact that it was launched at all is significant. همین که اسرائیل، همین که حزب الله جرأت کرده به خود تل آویو حمله کنه، تا حالا این کارو نکرده بوده، این خودش significant و حائز اهمیت. This is the first time. و حالا میریم به سخنگوی پرایم مینیسترز آفیس، سخنگوی نخست وزیری اسرائیل و سخنگوی دفتر نخست وزیری، و حالا نوع صحبت این فرد رو
به انگلیسی میشنویم و سعی میکنیم گوشمون رو عادت بدیم. این باعث میشه، برای همین میگم بعضی بولتن های خبری، نه همه بولتن های خبری، بعضی ها میتونن خیلی مفید باشن، مخصوصا بولتن های اصلی خبر. In history that In history، تا تاریخ نداشتیم این چیزی که حزب الله حمله بکنه به پایتخت اسرائیل تل اویو. Well, our terrorists have fired at the city of Tel Aviv. At the city of Tel Aviv, که حمله بکنن به شهر تل. Hezbollah says it was aiming for the headquarters of Hezbollah was saying that they were aiming for the headquarters. Hezbollah میگه که من نمیخواستم حمله بکنم به مردم مثلا مدنی و مردم در واقع عادی، بلکه میخواستم حمله بکنم به headquarters. Headquarters میشه در واقع دفتر مرکزی یا اون پایگاه اصلی نظامی. Of Israeli intelligence. میخواستم حمله بکنم به پایگاه نظامی اطلاعاتی اسرائیل. موساد، دفتر اطلاعاتی و وزارت اطلاعات اسرائیل، همون موساد. It also fired smaller weapons at northern Israeli. And also fired smaller weapon to northern Israel. و یه سری حمله ها هم به شمال اسرائیل داشت. Communities wounding three. Wounding three. سه نفر wounded شدن. Wounded یعنی زخمی شدن. Hezbollah has been badly hurt in recent days. Hezbollah has been badly hurt in recent days. در این روزهای اخیر Hezbollah به شکل بدی صدمه دید. By Israeli airstrikes that have by Israeli airstrikes. توسط حمله های با موشک های اسرائیل. Killed top commanders. That killed top commanders که فرماندهانشون رو کشته. Lebanon's health ministry says more than 600 people. More than 600 people. Lebanon's health ministry، وزارت سلامت حزب الله اعلام کرده بیش از 60 نفر، 600 نفر، 600 people have been killed، کشته شدن. And there is chaos throughout and there is chaos و هرج و مرج throughout the country، throughout the country، در سراسر کشور. Israel says it's trying to force Hezbollah to Israel says it's trying to force Hezbollah. اسرائیل میگه که ما داریم سعی میکنیم فشار بیاریم بر روی حزب الله. To abandon its support. To abandon its support. که دست بکشه از حمایتش. For Hamas. For Hamas. برای حماس. در واقع نیروهای فلسطینی حماس در جنوب اسرائیل. So that tens of thousands of Israelis evacuated. So that tens and thousands of Israelis. ده ها هزار اسرائیلی evacuate کردن و خارج شدن از مناطق شمال. باز دوباره evacuate در واقع قسمت آتش سوزی که در کانادا بود رو شما اینجا در مورد شمال اسرائیل میشنوید. Evacuated from northern Israel. Evacuated from northern Israel. یعنی خارج شدن از خونه هاشون از شمال اسرائیل. Can return home. And they're going to return home. میبینید وقتی شما واژه ها رو به این شکل در کانتکست های مختلف میشنوید و تحلیل میکنید و میرر میکنید، آینه سازی میکنید، این روی تلفظ، speaking, listening, لغت و تقویت شبکه ذهنیتون برای یادگیری زبان بسیار میتونه مفید باشه. But Lebanon's health minister, اما وزیر بهداشت لبنان told CBC News به خبر CBC گفت هی باید گوش بدید. وقتی من میگم اون رو بعد از من تکرار کنید. دوباره میتونید یوتیوب استاپ بزنید، دوباره تکرار کنید. استاپ بزنید، تکرار. این تکرار شنیدن، تکرار شنیدن کاملا لیسنینگتون رو به شکل معجزه آسای تغییر است. یعنی شاید هیچ چیزی لیسنینگ رو به این شکل تغییر نکنه. روش شنیدن و بعد اون تلفظ صحیح تر رو دوباره شنیدن و بارها و بارها تکرار کردند، مخصوصا وقتی مربوط میشه به مسائل روز، چیزهایی که ذهن شما با اون مفاهیم آشنایی داره. یعنی شما already در ایران یا هر جای دنیا که هستید این اخبار رو دارید میشنوید و مغزتون آمادگیش رو داره. چون آمادگی رو داره وقتی دوباره این رو میشنوید و مفهومش رو یاد میگیرید و لغتش براتون تجزیه میشه و بعد با روش میرورینگ تکرارش میکنید، بر روی ذهنتون پله 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 میشینه. The children and women make up most of the victims. Children and women make up most of the victims. یعنی بچه ها و زن ها میک اپ میکنند، یعنی مشخص میکنند، تشکیل میدند بیشترین تعداد قربانی رو. قربانی به انگلیسی میشه victims. The vast majority, if not all, اکثریت، حالا نگیم همه، حالا با اون در واقع لهجه عربی انگلیسی دارید شما میشنوید،
ممکنه شما در مونترال زندگی میکنید و این عربی انگلیسی فوق العاده براتون آشناست، یا ممکنه در جای دیگه دنیا زندگی میکنید و شاید آشنا نیست، ولی هر دوش الزام است. چرا؟ انگلیسی واقعی یعنی این، یعنی اون چیزی که مردم توی فیلم، سریال و اخبار دارن تولید میکنن، اون زبان زنده سال 2024 دنیاست. شما وقتی با این رویکرد زبان رو یاد میگیرید به عنوان یه موجود زنده، این باعث میشه که تقویت بشه یادگیریتون به شکل تصاعدی. Wounded who are being wounded که اینا زخمی شدن. Brought to hospital. They have been brought to hospital. دارن میارنشون به بیمارستان. Are civilians. They are civilians. اکثرشون هم که مردم عادی هستن. Hospitals are buckling under the strain. Hospitals are buckling under the strain. دیگه بیمارستان ها کمربندا رو بستن و فوق العاده داره بهشون فشار میاد. چرا؟ چون تعداد مجروحین زیاده و بیمارستان ها قابلیت پذیرش ندارن. And there are now more than half a million people. And there are now more than half a million people. الان 500,000 نفر، 500,000 نفر. Who've been driven from their homes. Who have been driven from their homes. که از خونه هاشون رانده شدن. Some have ended up at a school. And some of them have ended up in a school. بعضیشون هم که الان توی مدارس اونجا دارن در واقع اسکان میورزن. Saida, Lebanon's third largest city. In Lebanon's third largest city, در سومین شهر بزرگ لبنان. We slept on the street for 2 days. We slept on the street for 2 days. ما الان 2 روزه که در واقع تو خیابون داریم میخوابیم. Said Sheen Hamoud. Said Sheen Hamoud. خانم شین حمود گفت. A mother of two. A mother of two. مادر دو تا بچه. This former Israeli intelligence officer. This former Israeli intelligence officer. این افسر اسبق امنیت اسرائیل. Officer says Hezbollah is under pressure to demonstrate its resilience despite its losses. Despite its losses. علی‌رغم شکستاش، حزب‌الله داره سعی میکنه رزیلینس خودش رو نشون بده. میخواد نشون بده که چقدر قابلیت ضربه پذیری داره ولی میتونه هنوز برگرده. Which is why leader Hassan Nasrallah. Which is why leader Hassan Nasrallah. به خاطر همین هم هست که رهبرشون حسن نصرالله. Turned to one of its most deadly weapons. Turned to one of its most deadly weapons. اومده و رو آورده به یکی از خطرناکترین و کشندترین اسلحه‌اش. He sent a signal to Israel. He sent a signal to Israel. به حالا به لهجه یهودی. اون به ما این در واقع سیگنال رو داد آقای حسن نصرالله. And he launched one rocket. Launched one rocket. از اون موشک‌ها رو میخواد بفرسته. Just signaling that. Just signaling. فقط سیگنالش رو فرستاد. Israel exaggerated and is. And Israel exaggerated که حالا اسرائیل داره بزرگنمایی میکنه. Still signaling that he is measured. That he is measured. ولی فرستاد که بگه که نه، من اتفاقا اقدامم رو انجام میدم و تل آویو رو میزنم. در واقع یک سیگنال های نظامیه که حسن نصرالله و اسرائیل با هم میگه. He says the message from Hezbollah. He says the message from Hezbollah. گفته که پیامی که حزب‌الله فرستاده. Maybe that there is room for a political deal. Maybe there is room for a political deal. میگه این پیامی که فرستاده در واقع داره به ما میگه که شاید there is room, هنوز جا هست for a political deal, برای یک توافق سیاسی. Which is what multiple reports suggest the US. Which is what multiple reports suggest. اکثر گزارش ها هم همین نشون. US, France and other countries are now urgently trying to broker. جالبه. بروکری که ما هم میشنویم به عنوان بروکر کسی که ارزای به قول معروف دیجیتال و نمیدونم کریپتوکرنسی و اینها رو، یا در واقع بروکرهایی که توی بازارهای نفتی، بازارهای طلا اینا کار میکنن، از طریق این بروکرها سرمایه گذاری انجام میشه، در واقع ریشه خودش رو از دلال، در واقع اینجا بروکر به معنای دلال هست یا مداخله کننده. در واقع فرانسه باسه همین هم هست که به عنوان میانجیگر بروکر وارد این مذاکرات شده، چون رابطه خوبی رو از دهه ها پیش با کشور لبنان داره و اینجاست که فرانسه وارد شده و داره سعی میکنه که یک در واقع مداخله‌ای بکنه برای اینکه میانجیگری بکنه، بروکری بکنه بین حزب الله لبنان و نیروهای ارتش IDF اسرائیل. Which could include Hamas in Gaza as well. Which could include Hamas and Gaza as well. که میتونه شامل اون صلحی که حزب الله میخواد یا آتش بسی که حزب الله میخواد اسرائیل با حماس در غزه داشته باشه رو به دنبال داشته باشه. Even so there are indications. Even so من عاشق این استدلالم. Even so حتی
حتی اگر این رو هم در نظر بگیریم. Yet more escalation may come first. More escalation may come first. هنوز هم این امکان هست حتی اگر همچین مذاکرات صلحی هم باشه، بازم این امکان هست که ما اسکالیشن، افزایش خشونت هایی رو داشته باشیم بعد این صلح بخواد اتفاق بیفته. Israel's top military officer, افسر ارشد اسرائیل میگه که told reservists گفته به این افرادی که رزرو ارتش هستند that there possible entry or a ground offensive into there's a possible entry or a ground incursion احتمال یک حمله زمینی هست. Lebanon may be imminent شاید یه همچین حمله به خاک لبنان غیر اجتناب پذیر باشه، یعنی غیر قابل اجتناب باشه. imminent یعنی دیگه هیچ راهی نداره، کاریه که باید انجام Events on the ground. اتفاقایی که در روی زمین میفته. Appear to be accelerating. ببینید این accelerating رو هی داری شما میشه. در افزایش. Accelerate میشه. همون چیزی که توی ماشین شما accelerator دارید، شتاب دهنده. در واقع accelerate داره میشه. داره accelerate میشه و escalate میشه. اسکلیتر که دارید پله برقی میرید بالا. ببینید اسکلیتر پله برقی اسکلیتینگ افزایش پیدا میکنه. اکسلراتور شتاب دهنده ماشین اکسلراتینگ داره شتاب پیدا میکنه. و شما میبینید وقتی لغت ها رو با این حال و هوای زنده شون یاد میگیرید چقدر تاثیر بهتری روی یادگیری زبان انگلیسی شما میذاره. یادتون نره لغت ها هم حال و هوای خاص خودشون دارن. اگه اونا رو با صداشون با تلفظ خوبشون در کانتکست خوبشون در بافتشون یاد بگیرید این لغت ها کامل توی ذهنتون درونسازی میشه. Almost by the hour. ساعت به ساعت داره قضیه بدتر و بدتر میشه و افزایش خشونت ها بیشتر و بیشتر. Each side trying to project strength. هر طرف داره سعی میکنه که نشون بده قدرت خودش رو. With just a small window for diplomacy. و یک پنجره کوچکی باز مونده برای diplomacy. Adrian. برمیگردم به تو Adrian. Chris, the Israeli Prime Minister, said again tonight that he is determined to get Israelis from the north. گفته که اسرائیلیایی که از شمال فرار کردن به خاطر حمله حزب الله رو میخواد برگردونشون. Into their homes. برگردونشون. Saying he would do it with He would do it with power. گفته قدرت به خرج میده. Would not stop. And he would not stop. و وای نمیسته. Well, one of the goals that Israel has talked about بله یکی از اهدافی که اسرائیل در موردش صحبت کرده اینه که creating a buffer zone. این buffer zone رو حتما بنویسید. در واقع به دنبال اینه که یک منطقه حائل ایجاد کنه، یه buffer zone ایجاد بکنه که نیروهای حزب الله پشت اون buffer zone باشن، که پشت اون buffer zone در خاک خود لبنان باعث بشه که افرادی که در مرز اسرائیل زندگی میکنن بتونن زندگیشون آرام داشته باشن و موشکی از طرف حزب الله به اونها اصابت نکنه. Along the length of the Litani River which runs در کنار رودخانه لاتانی east to west in Lebanon از east to west از شرق به غرب لبنان این رودخانه در جریانه on between 6 and 28 kilometers from 6 to 28 kilometers بین 6 تا 28 کیلومتر فاصله است Israel از اسرائیل فاصله مرزی داره. In earlier peace efforts the UN and earlier peace efforts در یه سری تلاش‌های اول The UN سازمان ملل wanted to prevent Hezbollah. خواست که جلوگیری بکنه از اینکه Hezbollah going south. بره به سمت جنوب. Area and observers say if there is going to an be observers say افرادی که دارن این قضیه نگاه میکنن میگن که ceasefire that's going to happen if there's a ceasefire اگر آتش بس بشه to be a key part of any deal. This is going to be a key part of any deal. این قضیه کلیدی از طرف موضع اسرائیل هست که این buffer zone و این منطقه حائل به وجود بیاد و Hezbollah بره پشت اون قرار بگیره تا اسرائیل بتونه این منطقه رو به عنوان منطقه حائل بین مرز خودش و لبنان حفظ کنه. Adrian. All right, Chris Brown in Haifa. Chris Brown از شهر حایفا اسرائیل. For us tonight. با ما امشب. Now to the Canadians killed in Lebanon. حالا در مورد این کانادایی‌ها صحبت کنیم که در لبنان کشته شدن. Their son is detailing. پسرشون داره مشخص می‌کنه. شرح میده. The last conversations he had. آخرین مکالمه‌ای رو که داشت. Parents where he urged them to flee.
he had with his parents, با پدر مادرشون داشت, where he urged them, از اونها التماس کرد, درخواست کرد, to flee, که فرار بکنن. باز ببینید این flee و گذشتش fled رو چند بار هی داریم میشنم. و همین باعث میشه که این لغت تو ذهنتون بهتر بیفته. As a barrage of Israeli airstrikes. As a barrage of Israeli air defense. یک سری موشک باران اسرائیل در اتفاق میفته. That already begun. That already begun, که تازه شروع شد. Ashley Burke has their story. Ashley Burke has that story. Ashley Burke, این داستان برای ما گزارش رو به صورت شهر خواهد مشهور. بعد اون براجی که شنیدید اینجا تصویرش هم ببینید. خب دیگه براج تو ذهنتون کامل جا میفته. فرق داره با مراج که میشه سراب. As Israeli forces intensified their bombardment. همونطوری که نیروهای اسرائیلی دارن افزایش میدن بمباراشون. Southern Lebanon. Into southern Lebanon. در جنوب لبنان. A Canadian couple tried to escape by A Canadian couple, یک زوج کانادایی tried to escape, سعی کردن فرار. By car, با ماشینشون. They didn't make it. But they didn't make it. اما نتونستن. Devastating. واقعا داغان داغانی. داغونی. Devastating. آخرین درجه یأس رو میگن devastating. I think the biggest, the ones that got the biggest impact are really I think the biggest impact بزرگترین تأثیری که داشت my kids come on my kids بچه های من نوه های این فردی که این دو عزیزی که دو جونشون از دست Tabaja says his father Hussein and mother Dad پدرش حسین و مادرش داد didn't want to leave their home in the south didn't want to leave their home in the south نمیخواستن از خونشون که در جنوب لبنان بود بیان بیرون But with airstrikes already underway, اما اینی که حملات هوایی دیگه شروع شده بود, He urged them to escape. از اونها التماس کرد که بیان. While they still can. تا زمانی که میتونن سریعتر خودشونو بکشن. I called my mom early in the morning. به مامانم زنگ زدم اوایل صبح. برای افرادی که دارن زبان میخونن خیلی براشون شاید جالب باشه. که شاید ما تو ذهنمون این باشه که فرد برگرده بگه مثلا I called my mother in the morning به مامانم صبح زنگ زدم دیگه earlier اینجا چی میگه اوایل صبح ولی ببینید این فرد در رغمی که خودش هم کانادایی نیست زبان انگلیسی رو یاد گرفته ولی خیلی قشنگ و نیتیو میتونه این ساختار رو بکار ما در یادگیری زبانمون خیلی موقع ها انگلیسی که صحبت میکنیم یک انگلیسی انگلیش نیست فینگلیش فارسی انگلیشه خیلی باید دقت بکنید تنها راهش هم اینه که برای تصحیحش اینه که شما نیتیو سپیکر رو هیچ ایشون هم در کانادا انقدر نیتیو شنیده که این ساختار رو درون سازی کرده خیلی راحت و طبیعی وقتی داره حتی در مورد فوت مادرش صحبت میکنه ولی قشنگ میگه که بله اوایل صبح بود من زنگ زدم و ساختار کاملا انگلیسی به کار نه یک ساختاری که حالا از زبانش که شاید عربی باشه ترجمه شده باشه به انگلیسی بلکه ساختار کاملا ناب انگلیسی I told her, listen. مش گفتم گوش بده مامان. You guys gotta leave. شما باید بیاید بیرون. باز ببینید اینجا در واقع you must leave نمیگه یا you should leave نمیگه. میگه you gotta leave. یعنی خیلی موقع ساختارها رو شما صرفا یاد گرفتنش نمیتونه مفید باشه چون باید اون رو به کار ببرید. بعد هی بشنوید و تکرار بکنید و خودتون هی به کار. همین باعث میشه که در واقع لغت‌هایی که دارید یاد میگیرید در مکالماتتون به شکل مؤثر به این شکل دیگه در بدترین شرایط این شرایطه دیگه یک فردی پدر مادر خودش از دست میشه ولی چون زبان انگلیسی دیگه رفته در ساب کانشسه دیگه به صورت ارادی فکر نمیکنه حرف میزنه داره کاملا جملاتی که در ضمیر ناخودش رفته رو داره به کار میبره اون وقت اون انگلیسی اصیل میاد خیلی موقع ما اگر در چالشمون در صحبت زبان انگلیسیه خاطر اینه که چالش اصلی در این نیست که شما لغت‌ها رو یاد بگیرید در اینه که این لغت‌ها رو در جای خوبش به کار ببرید و این یک بحث تئوری نیست یک بحث عملیه یعنی هر چقدر هم فکر بکنید و مطالعه بکنید به نتیجه نمی‌رسید باید هی تکرار بکنید و مثلا در این کانال یوتیوب شما میتونید این کار رو انجام بدید جملات رو استاپ کنید هی تکرار بکنید این تکرارها باعث میشه که ذهن شما با مفاهیم خام انگلیسی هم اکسپوزد بشه هم در معرضش قرار بگیره و هم اونها رو بعد در زمان لازم به شکل مناسب به کار
He says as thousands try to flee towards Beirut on He says as thousands try to flee. دوباره لغت flee back. این رو گفت بعد از اینکه هزاران نفر در حال فرار از خونه‌هاشون بودن از جنوب لبنان. شما هیچ وقت این لغت‌هایی که تو انگلیسی دارید یاد می‌گیرید نمیتونید تصور بکنید که کدومشون مهم هستن و کدومشون خیلی مهم نیستن. و تنها راهش اینه که وقتی شما فیلم گوش میدید، ترانه گوش میدید، سریال میبینید، اخبار گوش میدید، مقاله زیاد میخونید، اون لغت هایی که بیشترین فرکانس استفاده دارن اونها چون زیاد تکرار میشن ذهن شما به شکل هوشمند اونها رو کامل ضبط میکنه و همون باعث میشه زبان انگلیسیتون بهتر بشه. برای همین فراموش نکنید یکی از رمزهای بسیار کلیدی در یادگیری زبان انگلیسی اینکه شما یک لایف استایل خوب داشته باشید. صبح وقتی بلند میشید با اخبار روزتون رو شروع بکنید، با ترانه‌های انگلیسی روزتون رو شروع بکنید، شبها حتما شبهاتون رو با سریال و فیلم به پایان برسونید تا ضمیر ناخود شما، سابکانشس مغز شما بتونه یک دیتابیس قوی داشته باشه از لغت‌هایی که پرکار هست و کاربرد بیشتر. چرا؟ چون لغت فلی رو الان می‌بینید هر چی می‌گذره برید باز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. Monday his parents got stuck in that traffic. His parents got stuck in that traffic. پدر مادرش توی اون ترافیک گیر کردن. ببینید گیر کردن، شاید شما یه جایی گیر بکنید که آقا گیر کردم انگلیسی چی میشه، ولی وقتی stuck تو ذهنت خوب رفته باشه یه جایی وقت گیر نمی کنی که گیر کردن به انگلیسی میشه stuck. و فعلش هم got هست، got stuck in traffic، گیر کردن توی ترافیک. And they lost contact. And they lost contact. و ارتباطشون از دست. There was a bombing that happened. بمبارانی که انجام شد. Exactly around things between 7 and 8 p.m. That... Between 7 and 8 p.m. مطمئن الان بین 7 تا 8 عصر بود. His brother later helped officials identify. برادرش بعداً کمک کرد به مسئولین که مشخص بکنن و هویت سازی بکنن که این افرادی که توی این بمباران از بین رفتن پدر مادرش هست. Burnt out vehicle. His mother's watch found inside. His mother's watch found inside. ساعت مادرش داخل میشه. I guess it's just a shock. چی باید بگم؟ همه شوکه. He says his parents moved to Canada. His parents moved to Canada. پدر مادرش اومده بودن به کانادا. 1996. In 1996. در سال 1996. To rebuild their lives after fleeing. To rebuild their lives. که زندگیشون رو دوباره از صفر بسازن. The civil war. After fleeing, دوباره فلی برگشت. بعد از اینکه فرار کرده بودن از لبنان به خاطر جنگ‌های داخلی که در لبنان اتفاق افتاد. Civil war میشه جنگ‌های داخلی. They raised their six children in Ottawa. They raised their six children in Ottawa. شش تا بچه‌شون رو توی اتاوا بزرگ کرد. But have lived in Lebanon the past 5 years. But had lived in Lebanon for the past 5 years. از ماضی بعید در استفاده کنه. اما 5 سال گذشته در لبنان زندگی می‌کرده بودند قبل از اینکه فوت بکنه. یعنی در عوضی کشته بشن. در واقع اینا از سال 96 در کانادا بودن ولی دیگه این 5 سال آخر رو از سال 2019 به بعد رو رفته بودن و در لبنان سکونت ورزیده. The people that sacrificed everything for others. These people sacrificed everything for us. اونا همه چیشون رو ایثار کردن برای زندگی آینده ما بچه‌هاش. They taught us this way. اینجا به ما یاد دادن. They always said, you know, we should all appreciate Canada. They always said we should always appreciate Canada. اونا همیشه ما یاد دادن که باید قدردان کانادا باشیم. The Prime Minister offering his condolences. The Prime Minister offering his condolences. و آقای نخست وزیر هم اومده و داره تسلیت خودش رو به این خونه. We're devastated by this loss of life. دوباره لغت devastated. ما فوق‌العاده ناراحتیم. متأثریم، واقعا devastatedیم، دیگه اصلا نمیدونیم چی باید بگیم به خاطر این از دست دادن این زندگی. Two Canadians، دو تا کانادایی رو از دست دادن. And the entire Lebanese people. تمام مردم لبنان suffering right now. دارن رنج میبرن در حال حاضر. We need to see both Israel and Hezbollah. باید اسرائیل و حزب الله de-escalate. پس اون escalate افزایش تنش ها برعکسش میشه de-escalate. چرا؟ چون پیشوند دی منفی میکنه. شما تمام تئوری های گرامر واژه شناسی رو خوب یاد میگیرید ولی بعد مهمتر از اون اینه که بیاید در میدون
در پا بذارید در گود و اینجا روبرو بشید. اینجاست که اون لغت دیگه برای همیشه تو ذهنتون جراحی میشه، کاملا میره زیر پوست مغزتون قرار میگیره. پس این پله‌ای که توی مرکز خرید اسکلیتر هست، پله برقی، فعل که میشه escalating tensions یعنی تنش ها داره افزایش پیدا میکنه و حالا ما باید این تنش ها رو بخوابونیم و کاهش بدیم، میشه de-escalate tensions. با من تکرار کنید de-escalate tensions. But Tabaja says the government needs to do more. But Tabaja says the government needs to do more. اما Tabaja میگه که باید دولت خیلی بیشتر از این انجام بده. فقط تسلیت کافی نیست. Would you stop sending? Would you stop sending? شما میشه دیگه توقف کنید ارسال support to Israel. Support، این همه حمایتتون رو به اسرائیل. حالا منظورش به هر حال تسهیلات جنگی، مالیه و چیزا. That should be voiced out. That should be voiced out. این رو باید اون stand up و حالا voiced out یعنی و call out. اون call out که در ابتدای خبر قبلی تحلیل کردیم، یعنی شما جلوی زورگو وایسی و حرفتو بزنی و حالا وایس اوت، صدادو بیاری بیرون، خفه نباید بشی. اینو باید، این باید منعکس بشه، این باید بلند گفته بشه که در این شرایط باید به دنبال آتش بس و کاهش تنش ها بین این نیروها در خاورمیانه بود. For almost a year الان یک ساله. Government has urged Canadians to get out of Lebanon. The government has urged که چند باری تو این بولتن های خبری داریم میشنویم، داره التماس میکنه، درخواست میکنه از مردم کانادایی که خودشون رو از لبنان خارج بکنن. یک ساله که دولت میگه. خانم اشلی برک گزارشگر سی بی سی کانادا، پخش ملی کانادا، داره میگه. The foreign affairs minister این وزیر امور خارجه again reiterating that دوباره این رو reiterate یعنی تاکید داره میکنه این قضیه. Vice saying it's time to leave while commercial flights are still available. It's time to leave while commercial flights are still available. زمان خروج فرا رسیده الان که پروازهای کامرشال و پروازهای تجاری هنوز هست، یعنی در واقع نیازی نیست که پرواز نظامی بشه بخواد مردم خارج بکنه، الان پروازهای معمولی هست، الان مردم کانادا از لبنان خودشون رو خارج کنه. As more airlines suspend service out of Beirut. As more airlines suspend service out of Beirut. همینجوری هم که داره میگذره خطوط هواپیمایی مختلف دارن سسپند میکنن، متوقف میکنند پروازشون رو از بیروت. Ashley Burke, CBC News. Ashley Burke, CBC News. خانم اشلی برک از کانادا CBC. اتاوا. از شهر اتاوا، پایتخت کانادا. از اینکه با این بولتن خبری با ما همراه بودید از شما بسیار ممنون هستم. تا دیداری دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. امیدوارم همیشه شاد سلامت باشید. Have a great time till next time. Take care of yourself and take care of each other. Good night.